این قافله عمر عجب می گذرد. امروز 19 مارچ روز تولدم است. با پیام های محبت آمیز دوست ها از خواب بیدار شدم. حس عجیبی دارم، یک حس دوگانه دور شدن و نزدیک شدن همزمان، یک تلفیق از حس نوستالژی و استراب. به سالهای گذشته فکر میکنم که چقدر زود گذشتم و با آینده که چه با شتاب و چه با سرعت میان تا از کنار ما بگذرم. نمیدانم عمر خود به تعداد سالهایی که زندگی کردم حساب کنم یا به تعداد سالهایی که زندگی نکردم، سالهایی که فقط زنده بودم تا بتانم رنج زندگی را حس کنم. شاید بهتر است که اصلا حساب و کتاب نکنم و تسلیم طبیعت شوم و تن به خم و پیچ امواج زندگی بسپارم و بپذیرم که زندگی با تمام سختی ها و با تمام رنج هایش باز هم ارزش زیستن دارد. البته رنج تماما بد نیست. اگر رنج نباشد شادی را ما و شما چگونه درک کنیم؟ یاد اصطلاح میفتم که انسان ها برای متهم کردن زندگی به کار میبرند و میگن دنیا بیوفا و فانی است. وقتی فکر میکنم میبینم که قضیه کاملا برعکس است. دنیا فانی نیست، دنیا در جای خود است. میلیاردها سال دنیا وجود داشته و همچنان وجود خواهد داشت. این ماییم که میاییم و میرهیم و ره گذریم. اگر این رفتن را بیوفایی حساب کنیم، این در واقع ما هستیم که بیوفاییم و دنیا را ترک میکنیم. بعدش میبینم که نه، رفتن یک امر اختیاری است. اما آیا در این رفتن، اما آیا ما انسانها با اختیار خود میرویم یا برده میشیم؟ افکار عجیب غریب است. به هر حال هر سال روز تولد به من این پیام را میرسانه که طبیعت و زمان هیچ احترام به ما نداره و هیچ اهمیت به احساسات ما نمیده. طبیعت و زمان نه دوست ماست و نه دشمن ما. طبیعت و زمان است و همان گونه که باید باشند هستند و خواهند بود. این ما هستیم که باید تلاش بکنیم حتی المقدور خوب زندگی بکنیم، یعنی از داشته های خود شادمان و شکرگزار باشیم و قدر لحظات زندگی را بدانیم و دریابیم دمی را که با طرب می گذرد.